عرض درود ادب دارم خدمت همه شما دوستان و یاوران همیشگی برنامه روایت نو که با یک روایت بسیار بسیار خاص نو در خدمت شما هستم. امروز همونطور که میدونید الان وضعیت منطقه وضعیت بسیار خاصیه، جهان آبستن حوادث نو هستش و یکی از این حوادثی که بوی خوبش داره به مشام میرسه براندازی جمهوری اسلامیه. یعنی اگر اون اتفاقاتی که فکر میکنیم که 90% همون میشه، اگر واقعا همون اتفاق بیفته، از بیرون و درون با کمک همدیگه میتونیم نظامو بپکنیم، کشور رو یک بار برای همیشه آزاد کنیم. در این رابطه گفتم با کی صحبت کنم، گفتم بذار دو تا مهمان عزیز رو دعوت کنم در این برنامه با هم باشیم. آقای علی مهدوی از واشنگتن داریم امروز در برنامه، از طرف دیگه رانی عمرانی عزیز و نازنین رو از اسرائیل داریم و با این دو بزرگوار میخوام دو بحث مختلف رو دنبال کنیم. با رانی میخوام بیشتر بحث حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی رو با هم دیگه مرور کنیم و با علی مهدوی بحث واکنش‌های داخلی نظام که چه اتفاقاتی رو ممکنه شامل بشه، چه واکنش‌های خارجی و همچنین واکنش‌های داخلی. این برنامه رو از دست ندید، قطعا خیلی از سوالاتون رو میتونید جواب بگیرید. خب عرض درود و ادب دارم به هر دو بزرگوار عزیز، خیلی سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتید و به برنامه اومدید. اول از همه میخوام سوال اولم از آقای مهدوی بپرسم. آقای مهدوی، اگر اسرائیل حمله بکنه چقدر نظام توانایی مقابله با این حمله رو خواهد داشت؟ اجازه بدید با درود و عرض ادب خدمت شما بزرگواران و مخاطبین گرامی صحبت رو شروع بکنیم. جمهوری اسلامی چاله ای رو کنده طی این 45 سال با غارت سرمایه های ایران که خودش الان ته اون چاله است. ببینید، روسیه قبل از اینکه جنگ اوکراین رو راه بندازه میلیاردها دلار پول در صندوق ذخیره ارزش گذاشت کنار. عربستان قبل از اینکه به جنگ با یمن شروع بکنه میلیاردها دلار پول گذاشته بود پشت دستش. اینها چی دارن که بخوان وارد یه جنگ بشن؟ نه تنها چیزی ندارن، سرمایه‌ای برای اینکه جنگو بتونن اداره بکنن مردم هم ندارن با خودشون. همیشه اینا بزرگترین وحشتشون از درگیری این بوده که مواجه بشه با در واقع قیام مردم علیه این حاکمیت. من فکر میکنم جمهوری اسلامی دستن در کاراش هیئت حاکمش عملا شبها نمیتونن بخوابن. حالا غیر از این که از اون بمبای آنچنانی میترسن، از وحشت این که سرنوشت قذافی مبتلا خواهد شد و از وحشت این که نتونن این جنگ رو بردارن و در واقع اداره بکنن. بسیار عالی. رانی جان ممنونم که به روایت نو اومدی. در مورد این حمله بیشتر توضیح بده. فکر من برآوردم اینه که این حمله حتما انجام میشه. اگر برآورد تو چیز دیگه است توضیح بده و من دار بگو که کی منتظرش باشیم. اولا درود به همگی. بله 100% حمله انجام خواهد شد. این حمله اسرائیل به ایران قابل جلوگیری نیست، چون این دفعه اول نیست. دفعه پیش هم اسرائیل حمله کوچکی کرد، ولی باز دفعه پیش هنوز اسرائیل در عمق نوار غزه داشت فعالیت میکرد و هنوز آمادگی گشایش جنگ و لبنان با لبنان رو نداشت که همزمان با جمهوری اسلامی بتونه ادامه داشته باشه. به همون خاطر این دفعه با اون دفعه خیلی فرق داره. اونم بعد از این 1.5 هفته که ما میبینیم از فعالیت های اسرائیل که چقدر شدید و تند است، با سرنگون کردن تمامی فرمانده های حزب الله به خصوص رهبر حزب الله حسن نصرالله، وقتی همه اینا رو اسرائیل نابود کرده، الان حزب الله ضعف بسیار بزرگی رو داره که این ضعف حزب الله و اینکه حماس هم که دیگه وجود نداره، وجود خارجی نداره جز یه گروه بسیار ترور کوچیکی که اونجا موندن، یعنی الان اسرائیل میتونه کاملا وقتش رو بذاره برای رویارویی با جمهوری اسلامی. به همین خاطر این حمله 100% عمل خواهد شد. اگر این حمله باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه، خب این زود ما همچین فکری بکنیم، ولی میتونه این حمله و شروع جنگ با جمهوری اسلامی شروع پایان جمهوری اسلامی باشه. ولی این حمله به اونجایی که من برآورد میکنم مسلما تو یک شب نخواهد شد، امکان داره چند روز طول بکشه، به خاطر اینکه اسرائیل نمیخواد این حمله سورپرایز باشه و نه اینکه پیش بینی شده باشه.
من خود نمیگم داره یه هفته هم طول بکشه، ولی این حمله اونجایی که من برآورد می‌کنم به جورایی سختی، یعنی اون جورایی که من شنیدم یه طوری خیلی سختی به اقتصاد جمهوری اسلامی که همه جوریش هم داغون هست حمله خواهد شد. یعنی از جمله میشه پالایشگاه نفت یا بندر عباس رو یا بندری که در بندر عباس هاست پیش بینی کنیم که اسرائیل امکان داره اینا رو مورد حمله شدیدی قرار بده. و اگر باز واکنشی از ایران رو بده، من فکر کنم حمله باید انقدر قوی باشه که جمهوری اسلامی دیگه نتونه واکنش دیگه سرش بده یا نده، یا اینکه یه جوری اون رو متوقف کنه. چون اگر این حمله کوچیک باشه، خب جمهوری اسلامی مثل دفعه پیش اصلا نمیگه این حمله بوده، یعنی اصلا اینو پنهان میکنه، میگه هیچ حمله ای نبوده، که وادار به واکنش نشه. این برآورده من. بسیار عالی. آقای مهدوی، نکته جالبی رو اگر کامنتی داشتید در مورد صحبت‌های رانی بگید. فقط این نکته که گفت اقتصاد و هدف میگیره، فکر کنم اون اشاره‌ای هستش که چند تا از مقامات اسرائیلی کردن که احتمال داره زیرساخت‌های نفتی رو بزنن. دیدم حتی یکیشون یه عکسی از جزیره خارک منتشر کرده بود. بعد از اینکه اگر کامنتی داشتید در مورد صحبت‌های رانی بفرمایید، لطف کنید در مورد اینم بگید که آیا جای دیگه‌ای هست مهم‌تر باشه یا همین زدن زیرساخت‌های نفتی بهترین وسیله است. اول اینکه بله، تمام قرائن نشون میده در واقع انتقام سخت دفعه قبل این امریکا بود که عملا اسرائیل رو باز داشت از عملیات متقابل. اما الان میبینیم که به صراحت امریکایی ها اولا چراغ سبز میدن، یعنی بایدن میگه آقا هر جا رو میزنی بزن، تاسیسات اتمی رو فعلا نزن. دوم این که هواپیمای امریکا تو پایگاه انجلیک پیاده شدن B-52 و این علائم نشون میده که این بار امریکا مانع حمله اسرائیل نخواهد شد. ولی این که واقعا این حملات ما فکر کنیم که ممکنه جمهوری اسلامی رو منجر به سقوطش بشه، اولا رانی درست میگه این عملیات یک بار نیست، یک سلسله عملیات دنبالداره مثل بازی پینگ پونگ، ولی ادامه خواهد داشت. یعنی اسرائیل مرتب ادامه میده، حالا اینکه چجوری ادامه بده بستگی داره به طرف مقابل که چجوری توپو برگردونه. ولی اونها ببینید، زیرساخت‌های نفتی، آقای مهدوی، زیرساخت‌های نفتی به نظر شما بهترین وسیله است یا جای دیگه مد نظرتونه؟ من یادم مثلا یکی از اعضای اپوزیسیون یه بار اعلام کرده بود، حالا اعضای اپوزیسیون بگم شاید خیلی درشت باشه، ولی یکی از کسایی که تونسته تو پارلمان انگلستان صحبت کرده بود گفته بود خونه فرماندهای سپاه رو بزنید. به نظر شما زدن زیرساخت‌های اقتصادی میتونه بیشتر کمک کنه یا برای اینکه اون ترس و اون وحشت رو به جون سردارای سپاه و عوامل سرکوب بندازه بهتره که شهرک‌های سازمانی اینا رو بزنه یا مثلا نمیدونم پادگان‌ها رو بزنه که سربازا نرن دیگه مثلا پادگان؟ فکر می‌کنی کدوم میتونه بهترین اتفاق باشه برای مردم، برای آزادی ایران؟ که من معتقدم آزادی ایران یعنی یه آب راحت از گلوی اسرائیل بره پایین که بدون آقا اون نظامی که خانه حذفش از روی کره زمین رو محو کردنش و غیره بوده از بین رفته. فکر می‌کنی کجا میتونه بیشتر درد بیاره نظامو؟ اسرائیل بعد از جنگ 33 روزه متوجه یه نقاط ضعفی شد در سیستم خودش که اون نقاط ضعف رو در طول جنگ سوریه با کار کردن و شناسایی آدم‌های حزب الله، یعنی مثلا یک کشته میشد اینا پیگیری میکردن ترهیمش کیه، تو مجلسش کی رفته، و اینطور بود که اون عملیات موبایل آگاهانه انجام شد. حالا سورسشو الان جای بحث ما نیست، اما این عملیاتی که در واقع عملیات رولبکی که شروع شده با زدن 4H، یعنی حماس، الان حزب الله، هشت و شبیر هم که میدونید مدتی پیش آمریکا شروع کرد زدن فرمانده‌هاش، همه فرار کردن اومدن ایران، و هوتی، این لشکری که اینا نشون میدن لشکر تو خالی است. اگر رأس لشکر زده بشه عملا پایه لشکر اهل مقاومت و جنگ نیست، و اسرائیلی ها خوب این بازی رو بلدن. تو لبنان نشون دادن که بلدن این بازی رو، در رابطه با حماس هم این رو نشون دادن، و فکر میکنم که اونا میدونن کیو باید بزنن. یکی شما اشاره کردید مثل مثلا فرمانده ها.
من نظر شما اینه که اگر شخص مورد هدف قرار بگیره ممکنه تاثیر بهتری داشته باشه. رانی جان برگردیم سمت رانی. میدونم که از صبح تا شبت با همین مسئله داره سپری میشه و اطلاعاتی هم که داری معمولا تا الان که اطلاعات دقیق تری از تو هیچ کسی من ندیدم بده، یعنی تو پله به پله این اتفاق از زمان ورود اسرائیل به غزه ما با هم دیگه برنامه داشتیم گفتی و دونه دونه اینا درست در اومده. یکی از بحثایی که الان هست بحث انتخابات آمریکاست و بحث ارتباطات خوبی که نتانیاهو با ترامپ داره. دو رویکرد وجود داره، یکی این که الان به هر حال رفاقت هم اگه باشه ولی ساختار سیاسی نیست، میگن الان دست و بال بیبی بازه واسه حمله، ولی احتمال زیاد بعد از اینکه ترامپ اگر در انتخابات برنده بشه چون سیاستش نبجنگه احتمال زیاد اونجا تو هر مرحله باشه از بیبی بخواد که استوب بده. خیلی معتقدن که این سقوط جمهوری اسلامی با توجه به اینکه بیبی هم گفت زودتر از اونی که فکر می‌کنید اتفاق میفته، خیلی هم میگن در همین مدت زمان 5 ماه تا نشستن ترامپ بر روی صندلی ریاست جمهوریه. منطقم اینو میگه که جمهوری اسلامی اگه بزنن باید یه جوری بزنن که بلند نشه، چون اگر بزنن بلند بشه میتونه خیلی وحشی‌تر و خیلی بدتر حمله کنه. داستان ترمز دستی ترامپ در رابطه با حمله اسرائیل رو بررسی کردی؟ چقدر ممکن اتفاق بیفته؟ دو مورد. اولا به فکرش با صحبت دوستمون، اگر اسرائیل صحبتش، ما خیلی من در استودیوهایی که صحبت میکنم در پانل های تلویزیونی بحث این بوده آیا اسرائیل باید مثلا یه راست بره بیت رهبر رو بزنه و خامنه‌ای رو بکشه، آیا این میتونه مفید باشه یا نه. تا اونجا که من میدونم اسرائیل به خاطر یک سری قوانین بین المللی نمیاد رهبری مملکتی رو بزنه، این احتمال او کمتر وجود داره، یعنی تا موقعی که مجبور نشه. کشتن نصرالله خیلی فرق داره، چون نصرالله رهبری یک گروه تروریستی رو انجام میده. درسته جمهوری اسلامی هم از نظر همه ما تروریستیه، ولی یک کشوری در سازمان ملله و به خاطر یه مقدار زدن مستقیما زدن رهبر امکان داره در مرحله بعدی اسرائیل هم چیکار رو انجام بده، ولی نه در این مرحله. به همون خاطر اسرائیل اگه بره میره سراغ همون اقتصاد کشور و نفت کشور، چون الان تنها درآمد جمهوری اسلامی نفتیه که به چین میفروشه یا به بنگلادش یا به عمان. حالا این نفت رو اگر اسرائیل بتونه قطع کنه، یعنی جمهوری اسلامی هیچ درآمد دیگه رو نداره و بعد وقتی جمهوری اسلامی پولش تموم بشه، اولا خب نمیتونه دیگه پول نه به حزب الله نه به حماس نه به اشتر شعبی نه به یمن بده، یعنی از یه جورایی مجبور میشه چند قدم بره عقب. بعد دوما وقتی فرض کنیم 6 ماه نتونه درآمد خودش رو تامین کنه، چجوری میخواد به سپاه پاسداران، به این پاسدارا مثلا پول بده، به ارتش، به سپاه پاسدارا پول داده باشه، وقتی حقوقش رو نگیرن 6 ماه، فکر میکنم خیلی خیلیشون میتونن پاشن و اصلا برگردن به رژیم و به مردم بپیوندن. این یه احتمالشه که میتونه احتمال سقوط ایران رو بیاره. به همون خاطر از نظر اقتصادی میتونه خیلی دردناک باشه برای جمهوری اسلامی، نه برای مردم ایران، چون همینجوری هم پول نفت به مردم ایران نمیرسه، میرسه به جمهوری اسلامی، اونا رو برای خودشون برمی‌دارن. یعنی این از این نظر. از نظر ترامپ همینجوری که می‌بینید بی دلیل نیست که ما در این یکی دو هفته اخیر ببینیم اسرائیل چجوری داره میزنه رو گاز و میره جلو، چون اینجا ترس از ترامپ نیست، بیشتر ترس از یعنی ترس که نمیتونم بگم موضوع نگرانی از ترامپ نیست، موضوع نگرانی از کامالاست. یعنی اگر کامالا بشه اسرائیل میتونه هیچ عمل دیگری رو انجام بده و آمریکا میتونه با قطع کردن تسلیحاتی که به اسرائیل میده باعث بشه اسرائیل مجبور به صلح بشه، مجبور به آتش بس بشه، مجبور به صلح بشه. و اگر تا اون موقع اون هدفایی رو که برای خودش تعیین کرده به دست نیاره، یعنی در واقع اسرائیل میتونه باقی جنگ رو ببازه. به همون خاطر از نظر ترامپ اسرائیل نگرانی نداره، چون مطمئنه که ترامپ میتونه حتی همراهی کنه اسرائیل رو بر مقابله با جمهوری اسلامی. ولی به همون خاطر تو این 5 حالا خب اسرائیل نمیخواد ریسک کنه، میگه تو این 5 ماه چه بخواد چه نخواد ما میخوایم این کارو انجام بدیم. من فکر نکنم که ترامپ تو شما بگید، شاید ترامپ میگه جنگ رو باید تموم کنید، ولی چطور؟ منظور ترامپ از جنگ رو تموم کردن اینه که یعنی بزنید رو گاز همه رو درو کنید و تموم کنید، نه اینکه اون. ولی کاملا یا بایدن چی میگن؟ میگن نه الان آتش بس، یعنی هر چی هدفتون هم رسیدید نرسیدید آتش بس کنید. خلاص من اینو آتش کنم بله، یعنی میگه آتش بس کنید. به همون خاطر اینجا من فکر نکنم ترس از ترامپ باشه، حتی ترامپ میتونه در چون ما تا اونجا که ما تجربه که از ترامپ داریم در اون چند سالی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود،
تمام شیرای پول رو بر روی جمهوری اسلامی بست، اسرائیل اسلامی به وضعی رسونده بود که پول نداشت به حزب‌الله اصلا کمک کنه. این تا این حد یعنی وضعش واقعا ناجور شده بود و نمیتونست اینجوری تمام این تحریما رو دور بزنه اونجوری که الان این کارو میکنه. از اون موقعی که بایدن رو کار اومده، درآمد جمهوری اسلامی ایران از نفت بیشتر از 140 میلیارد دلار بوده. فقط الان تو این ماهای اخیر، تو این ماهای اخیر اصلا فقط مثلا سال اخیر میتونم بگم فقط 100 میلیارد دلار فقط از نفت رو به چین فروخته. یعنی این تحریما رو در موقع در ریاست جمهوری بایدن میتونه دور بزنه، در ریاست جمهوری ترامپ نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اومدن ترامپ و همزمان با بودن نتانیاهو به نخست وزیر در اسرائیل میتونه پایان جمهوری اسلامی رو خیلی خیلی نزدیک کنه. یعنی از این نظر من این نظر من بسیار عالی. من یه جمله الان چشم یه چیزی بگم فقط بینندگان عزیز، طبق گزارش آخری که رویترز داده، فروش نفت جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته رکورد زده و الان به روزی 3.2 میلیون بشکه در روز رسیده. یعنی من فکر میکنم اون زمانی که تحریم نبود انقدر نمیفروخت که الان، علتش هم میگم، و الان تحریم برای چی بیشتر میفروشه؟ چون حاضرن نفت و بز بفروشن، حاضرن با تخفیف‌های وحشتناک به چین و غیره بدن که فقط پولی دستشون رو بگیرن. در زمان ترامپ، یعنی در زمانی که بایدن روی کار تازه اومد، 800 هزار بشکه. بله درست. آقای مهتوی بفهمید شنوایی. دقیقاً می‌خواستم همین رو اشاره بکنم. اول اینکه ما گفتیم، اگه گفتیم رأس رو بزنه، منظور خامنه‌ای نبود، منظور سران نظامی است، اونایی که میان و این شعارا رو میدن. البته من اینم بگم آقای مهتوی، منظور شما از زدن اینه که اینا بالاخره یه سرمایه بخورن، یه عدسه بکنن، شب تب و لرز کنن دیگه. منظور شما هم شاید میتونه این باشه. یعنی خیلی هم اسرائیل سابقه طولانی داره، وقتی یه کاری میکنه تا 6-7 ماه یه جوری کارو انجام داده که همین میگن اسرائیل بوده، اسرائیل مثلا نه تایید میکنه نه تکذیب میکنه. منظور شما فکر کنم از همین زدن است. همینطوره. ضمن اینکه خاطرتون باشه، ما اون بخشی از مافیا که در ایران حاکمه، خودش هم حذف خواهد کرد یه تعدادی رو. بسیاری از این ترورهایی که انجام شده واقعا کار خودشونه، این دعوای داخلی خودشونه. ببینید اینا حاضر نبودن واکنش نشون بدن بعد از هنیه و بعد از حتی نصرالله، نیل فروشان. کار به جایی رسید که خامنه ای در واقع یه فتوایی داد، گفت که واجب حمایت از اینها، و حزب الله هم داشت فشار می آورد برای این قضیه. برای همین اینا مرد جنگ که نیستن اصلا، تو همون جنگ 8 ساله هم کاری نمی کردن و هیچ کاره بودن. اما به هر حال به قول شما این سرما خوردنشون یا چیز دیگه خوردنشون میتونه آقای مهتوی، اون چیزی که از شما میخوام الان پاسخ بدید این هستش، با توجه به اینکه شما یک زمانی، حالا درسته خیلی فاصله زیادی بوده، 40 سال پیش بوده، ولی چند سباهی رو در کنار اینا بودید، به نظر شما اگه شریان حیاتی اولا مالی اینا قطع بشه و این ترس به دلشون بیفته که هر لحظه ممکنه حذف بشن، حالا یا توسط انفجار یا هر حالت دیگه ای، فکر میکنید واکنش رده های بالایی و میانی به این قضیه چیه و چقدر طول میکشه تا ببازن و تصمیم بگیرن که حالا یا متواری بشن یا جهت دیگه انتخاب کنن؟ باید عرض کنم خدمتتون که این آیون همین الان هم شلواراشون خیسه. اگر منابع ببینید، درگیری ها اخیراً بالا گرفته. چرا؟ چون که این به اصطلاح این از زمانی که پول نفت کم شده، اینا دعواشون شدیدتر شده بین هم دیگه، برای اینکه اینا دنبال پولن. دوم اینکه خاطرتون باشه اون بخش مافیایی که در ایران حاکمه، یعنی انجمن حجتیه، تفکر انجمن حجتیه که امروز در جبهه پایداری جلوه پیدا کرده، اینها دنبال به هم ریختگی و ویرانی هستند. اینا باور دارن که دنیا و مثلا ایران باید کاملا به هم بریزه در اون به هم ریختگی که امام زمان اینا میاد. یعنی یک تفکر ایدئولوژیک پشت ماجراست. و اینه که این شرایط به مزه اینکه پولاشون قطع بشه با هم دیگه دعوا خواهم کرد، خودشون هم عذر میکنن.
این برای لول بالاست. یه خود اگه بیان پایین‌تر، من میخوام بدونم که پرسنل حالا سپاه، پرسنل وزارت اطلاعات، حالا همه جاهایی که به نوعی به نظامن، اینا چند ماه اگر حقوق نگیرن رویه دیگه ای رو انتخاب میکنن؟ و اگر رویه دیگه انتخاب کنن، فکر میکنید نظام جرأت اینو داره که بگه آقا بگیرید بکشید بندازید زندان همه رو یا نه؟ چون همه اینا هزینه هایی دارن، مثلا حالا چه طرف ردش بالاتر، برجش هم زیادتره دیگه، رو دو تا صیغه ای داره، ویلای لواسون داره، این ورانور داره، بعد هزینه های اینا رو بتونه یه جوری جفت و جور بکنه. بیشتر میخواستم خیلی عملی تر و پرکتیکال تر بهم بگید آدمایی که الان در منصب هستن، مخصوصا در بخش‌های امنیتی و بخش‌های نظامی، اگر چند ماه حقوق نگیرن احتمالش هست که کار دیگه ای رو غیر از اون کاری که دستور بهشون میرسه انجام بدن. اینا به محض اینکه حس بکنن اون آب جوبه قطع شده، از همون لحظه پنیک میکنن. تردید نکنید تو این قضیه. حالا شما رده بالا رو گفتید، من رده پایین‌تر عرض میکنم خدمتتون. رده پایین‌تر که الان هم عملا با سیستم نیستن، ولی ببینید اینا آدم هایی تو اون مملکت دارن زندگی میکنن، یارو خونه داره، نمیدونم مرگج داره، زن و بچه داره. به محض اینکه ببینن بالا ضعیف شده، پایینی ها از اینا جدا خواهند شد. برای همینه که ریزش خیلی سریع اتفاق میفته. یعنی یه دفعه شب میخوابی، صبح بلند میشه میبینی جمهوری اسلامی نیست. اینها نقاط ضعفشون، میگم همین الان هم تا زمانی که خامنه ای در واقع عملا فتوا نداد و نگفت واجب شرعیه، اینا واکنشی نسبت به اسرائیل نشون ندادن. بعدم من به شما اطمینان میدم بر اساس بحثایی که در گذشته داشتیم، اینا قبل از اینکه همین کارو هم بکنن، همین به اصطلاح لوله بخاری ها رو به اصطلاحی که مردم دارن به کار میبرن، به مطمئن باشین تماس گرفتن، اطلاع دادن. اصلا غیر ممکنه که این کار اتفاق نیفتاده باشه. جمهوری نیوترنز هم اعلام کرد، نیوترنز گفت آمریکا خبر دادن، قاعدتا آمریکا هم به اسرائیل خبر داد و اعلام شد که این ساختمان ها رو قبلش گفتن تخلیه کنید برای اینکه قرار جمهوری اسلامی حمله بکنه. دقیقاً همین صورت. بله نه فقط جان، معذرت میخوام اگه جایی مونده بفهم. بله نه فقط راجع به این ماجرای حمله است. آقا شما اقداماتی که قبل از نصرالله اتفاق افتاد تا نصرالله حذف بشه، یه دفعه حسن خمینی یادش اومد که باید نامه بنویسه به نصرالله. این یعنی این که اون حسن خمینی بود کدو گرفته بود که نصرالله داره حذف میشه. بعد مثلا نوع عملیات که حالا بماند، ولی میخوام بگم که اینها از درون خودشون، همون کسی که بمب تو اتاق هنیه گذاشت، همون پشتر همینا، اینا مقامات جمهوری اسلامی بدونن، همونایی که محافظن و ازشون قرار محافظت بکنن، تفنگو میذارن رو پیشونشون. رانی محمود احمد نژاد یه مصاحبه کرده، من وقتی دیدم یه روب میخندم، بگش گفتم دیدی یا نه، میگه که یه واحد مبارزه با واحد مبارزه با اسرائیل تشکیل داده بودم، بعدم همش مسئول اون واحد مامور موساد بوده و این رخنه که به حال اسرائیل کرده مثال زدنیه، یعنی در یه لایه‌هایی رفته که قفل واسه بقیه. من فکر کنم مثلا CIA اون شب میخوان یه رویای خیلی شیرین ببینن، فکر میکنن یه روزی بتونن به اونجا نفوذ کنه. آگهی ساختن تو توییتر و اینا، دارن آگهی پخش میکنه CIA واسه اینکه بتونه اطلاعات از داخل کشور به دست بیاره. میخوام در مورد صحبت بی ازت بپرسم. خیلی اعتقاد دارم وقتی نتانیاهو صحبت میکنه تو صحبتاش باید کشت رمز کنی، یعنی یه پیامهای نهفته است. البته بی بی نتانیاهو با مردم لبنان مستقیم صحبت کرد، یک هفته بعد تو لبنان بود و این خیلی جالبه. و حالا وقتی با مردم ایران صحبت کرده، همه مطمئنن که وقتی با مردم ایران گفت خطاب، چون به هر حال قبلا تعداد زیادی پیش اومده بود، بارای زیادی که نتانیاهو خطاب مسئولین نظام گفته بود آقا فکر آب باشید، فکر مردم باشید، ولی این سری دقیقا همون اتفاقی که با مردم لبنان افتاد، الان رو به مردم ایران صحبت کرد و پیامی که داشت میداد، اگر ما مقایسه کنیم با اون اتفاقی که در لبنان بود، به یک نکته میرسیم. این البته برآورد من، اگه جایی بعدم چه اصلاح بکنیم، من اینجوری برداشت کردم که بنیامین نتانیاهو داره مردم میگه آقا این فرصت رو غنیمت بدونید که اگر ما برخوردی انجام دادیم، اون زمان زمانیه که شما در داخل میتونید با یک
هزینه خیلی کمتر بیای بیرون و دو طرف با هم کار کنیم، ما از بیرون شما از درون، تا یک بار برای همیشه خودتون رو آزاد کنید. بعدم اون آینده‌ای که از فردای بدون جمهوری اسلامی صحبت کرد بسیار زیبا بود، با اینکه حالا شاید برای مردم کشورهای دیگه کاملا عادی باشه که اون پولی که میره خرج چنون موشک و غیره میشه، خرج آموزش و پرورشتون بشه، خرج بهداشتتون بشه، خرج آب بشه. آیا این حس رو هم داشتی که بنیامین نتانیاهو از مردم ایران میخواد که یه اتحادی با اسرائیل از بیرون باشه که دو طرف با هم بتونن کارو تموم کنن؟ اولا اینکه همیشه بنیامین نتانیاهو در صحبتاش حرفایی رو میزنه و این حرفا یه رمزایی رو میده. همون لحظه که در کنگره آمریکا داشت صحبت میکرد میدونست تا یک ساعت دیگه نصرالله وجود نخواهد داشت. این خیلی مهمه. خود از صحبتاش یک رمزایی رو داد. من این صحبتی که با ملت ایران کرد یک جمله بسیار مهمی رو گفت و من مطمئنم که وقتی نخست وزیر اسرائیلی همچین چیزی رو میگه، یعنی حتما یا سرش حتما فکر کرده، برنامه‌ریزی شده. این همیشه این یه دفعه مثل احمدی نژاد حرف بزنه، گفت پایان جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که شما فکر میکنید، این که مردم فکر میکنید یا اینکه که ما فکر میکنیم. این کلمه خیلی مهمی بود، میتونه یه همچین رمزی هم باشه برای ملت ایران، ولی این خواست یه امید به ملت ایران بده که فروپاشی جمهوری اسلامی بسیار نزدیکه و حالا به هر صورتی شده امکان اسرائیل الان با حملاتی که میکنه باعث بشه که اینقدر جمهوری اسلامی ضعیف بشه که مثلا مردم ایران بتونن به راحتی این جمهوری اسلامی رو ننگین رو برد. چون به هر حال کسی که بتونه جمهوری اسلامی رو فقط مردم ایران هست. اینجوری نیست که اسرائیل بره ایران رو بگیره جمهوری اسلامی رو بیاره پایین. یعنی اون کاری که مثلا آمریکا تو عراق کرد، من فکر نکنم همچیزی فکر نکنم، نه آمریکا نه اسرائیل بیان وارد ایران بشن مثلا جمهوری اسلامی رو بکشن پایین، اینجوری که مثلا صدام حسین رو کشیدن پایین. یعنی فقط تنها کسی که میتونه جمهوری اسلامی رو عوض کنه، تنها قدرتی که میتونه کارو کنه فقط ملت ایرانن. همه کشورهای خارجی میتونن فقط جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن، تضعیف کنن. اگه جنگی بین ایران و اسرائیل رخ بده، مسلمان آمریکا وارد این جنگ خواهد شد، جنگ مستقیم مانع، یعنی بیشتر از اون چیزی که الان هست، آمریکا هم وارد عملیات میشه و اینا هم کشورهای خارجی میتونن فقط سران جمهوری اسلامی و یا همینطوری که دوستمون گفت مثلا تمام فرمانده ها رو یکی یکی هدف بگیرن، این باعث تضعیفشون بشه، یا وقتی با پالایشگاه نفت رو نابود کنن، وقتی پول لنش بشه جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران بده، حتی پاسدارهای خیلی ساده که اونجا وایستدن، اونا که میان سر مردم رو سرکوب میکنن، همینا که چماق دستشون میگیرن، اینا اگه پاشن ببینن شیش ماه پول نمیگیرن، ول کنن سپاه پاسداران رو میرن به مردم میپیوندن. یعنی این احتمال وجود داره اینقدر اسرائیل و اینا میتونن اینا رو ضعیف کنن، ولی کار آخر رو فقط مردم ایران باید بکنن و امکانش هست که یک رمز برای ملت ایران باشه. بسیار عالی. آقای مهتوی، پسرای خامنه ای هر چهارتا رفتن دفتر حزب الله برای تسلیت گفتن. معمولا همچین چیزی ما سر آدمای گنده نظام هم ندیدیم که مثلا چهارتا پسرشو تصویری ازشون بیاد بیرون که هر چهارتا جای حضور پیدا کردن برای تسلیت گفتن. خب ما از این دیاران خامنه ای کم نداشتیم، مردن دیگه. تصاویر چهارتاشون سر مثلا کتلت شدن قاسم سلیمانی نیامد بیرون، ولی الان چهارتاشون تو دفتر حزب الله دیده شدن. سنگر لبنان چقدر مهمه برای خامنه ای که حاضر برای اینکه حالا حداقل طرفدارای خودش رو یه مقدار بیاره بالا، هر چهار تا پسرش رو بفرسته برن؟ چند درصد فکر میکنید امکان داره نیروی بفرستن به لبنان برای محافظت از حزب الله یا برای مقابله با اسرائیل؟ دو تا نکته رو من اشاره کنم، برمیگردم به سوالتون. نکته اول این که اصلا کسی اگر توقع داشته باشه که جز مردم ایران برای تغییر اون ساختار سیاسی اقدام بکنن، این یک توهم بیش نیست. ایران و مردم ایران کاملا متفاوت با حتی عراق و جای دیگه. این یه نکته. نکته دوم این که شما اشاره کردین اسرائیل تونسته خوب نفوذ بکنه، بله، اما داستان اینه که جمهوری اسلامی طوری عمل کرده که اصلا احتیاج نیست اسرائیل بره کسی رو جذب کنه. مردم ایران خودشون کمک میکنن، همین نیروهای داخلیشون، همین زدن حسن نصرالله. خب حسن نصرالله تو ماشین نیل فروشا بود، رفت اون ساختمون، چی تو خبر دادین اونجا؟
حتی جاشو میدونستن به نظر من. مثلا ببینید جنازه نصرالله رو در آوردن، بقیه رو هنوز در نیاوردن. یعنی این خیلی معنا داره این قضايا. اما اگه برگردم به سوالتون، نکته دیگه که میخوام اشاره کنم، ما تو این بحثا قبلا گفتیم، گفتیم اینا یه روشی که دستگاه اطلاعاتی ایران این کار انجام میده. شما الان خاطرتون میاد کدوم روش؟ میان یکی رو حذف میکنن، بعد براش یک تش جنازه باشکوه میگیرن که نشون بدن واو چقدر عزادارن. ابراهیم رئیسی مطرح بود، الان خب نواراش در اومده که خواب رهبری میدید، اون اتفاق افتاد. حسن نصرالله هم، من قواعدی دارم، چیزایی به دستم رسیده اخیرا که حتی مطرح میشه تو مجلس خبرگان، حداقل به عنوان یکی از اعضای شورای رهبری، و اینم یکی از دلایل حذف حسن نصرالله. پس حسن نصرالله رو حذف کردم، یه مراسم با شکوه هم براش گرفتم. اما در این که لبنان مهمترین، ببینید این مافیا یکی از ابزارهایی که استفاده کرد و دنیا رو تحت فشار گذاشت دوام پیدا بکنه 45 سال، نیروهای نیابتیش بودن دیگه. سر همه رو همه جا هم دارن، تو اروپا هم دارن، تو آمریکا هم دارن، منتها به فرمای مختلف، به شکلهای مختلف. ولی سوگلی نیروهای نیابتی خامنه ای حزب الله، به دلیل اینکه بیخ گوش اسرائیله، لبنان تونسته برای خودش جا وا بکنه، زمین داره بیخ گوش اسرائیل. شما ببینید اگه میخواید برید تو کرانه باختری، ممکنه بتونید نیرو اعزام بکنید اونجا، اتوبان شمال اسرائیل رو ناامن بکنن. اما حزب الله بیخ گوش اسرائیل نشسته اونجا. و یکی از کدایی که شاید دلیل حزب حسن نصرالله بود این بود که نتانیاهو داشت تاکید میکرد ما میخوایم مردم رو برگردونیم به شمال. حسن نصرالله اخیرا گفت که نه، شما نمیتونید مردم رو برگردونید به شمال. شاید این یکی از دلایلی بود که حذف شد. اما یه نکته دیگه به شما بگم، این جماعت جماعت مبارزه نیستن، اینا آخوندن، یعنی کارشون اینه شو اجرا بکنن. نخست وزیر لبنان دیروز بود یا پریروز در یک مصاحبه گفت حسن نصرالله، نکته کلیدی، حسن نصرالله قبل از این که حذف بشه آتش بس رو پذیرفته بود. بله حالا در مورد اینم صحبت میکنیم. حسن نصرالله طبق حالا اتفاق انتخابات که انجام شده بود دیگه در قدرت نبوده که خود چیزی رو بپذیره یا نه، کسی دیگه ای رو جاش برگزیده بودن. طبق صحبت هایی که حالا بعدا منتشر شد که داخل حزب انتخاباتی کرده بودن و به عنوان یه شخص بیرونی اگر چیزی هم پذیرفته بوده. رانی جان از لبنان بگو، چقدر فکر میکنی لازمه اسرائیل پیشروی کنه در لبنان؟ فکر میکنی کی مردم لبنان هم به این نتیجه برسن که خودشون باید حزب الله رو بیرون کنن؟ اولا اینکه گفتن که حسن نصرالله صلح رو گرفته بود، امکان داره درست باشه، قبول کرده بود که به یه آتش بس 21 روزه بکنن، ولی اسرائیل از این فکر کنم استفاده کرد برای یک کلک خوب برای که حسن نصرالله کمتر مواظب خودش باشه. چون نصرالله اون روشیه که سالهاست حماس داره انجام میده، حمله به اسرائیل میکنن و بعد وقتی مثلا مجبور میشن آتش بس میکنن، بعد چند وقت دیگه دوباره قوی میشن دوباره حمله میکنن. این روش اوناست، اسرائیل هم اینو میدونست. فکر کنم به همون خاطر بنیامین نتانیاهو وقت در کنگره آمریکا بود قبلش با آمریکایی‌ها علامت مثبت داده بود که آره ایشون هم این آتش بس رو قبول میکنن، و اینا تو این حال اون بودن که آتش بس بخواد بشه، بعد نصرالله رو پیادهش کردن. یعنی منظور اینجاست که این روش حزب الله بود، این روش ترور هستن که مثلا ترور میکنن، بعد وقتی مجبور میشن آتش بس میکنن، بعد دوباره چند وقت دیگه دوباره شروع میکنن، و همون خاطر همون بهتر که نابود شد. خب از نظر ارتش لبنان به طرف ارتش اسرائیل به طرف لبنان، مسلمان همونطور که گفتم الان اسرائیل اصلا مایل نیست هیچ آتش بسی بشه تا تمام اهداف خودش رو به دست بگیره. الان اولا مسلمان تا اونجا که اسرائیل الان داره روی این جنگ لبنان داره، میشه گفت تقریبا بیشتر از 10 ماه داره کار میکنه. تو این 10 ماه اول شروع کرد به تمام اون فرمانده هایی که در جنوب لبنان بودن، فرمانده های حزب الله، یکی که اونا رو هر ماه میشنیدیم، یکی که اونا رو داره نابود میکنه، و یه جورایی باعث شد که تمام مردم جنوب لبنان به شمال لبنان برن. یواش یواش رسیدیم به این
با اون 7.5 پیش که با اون دو هفته افیلو با اون منفجر کردن پیجرها و جنگ مستقیم با حزب الله، یعنی انقدر اینا رو تضعیف کرد، تمام فرمانده‌ها خیلیشون منفجر شدن با این پیجرها. بعد فرماندهای خیلی بزرگ هم قبل از اینکه نصرالله منفجر بشه، هم تو همون موقعی که نصرالله بود، خیلی از بزرگترین و بالاترین فرماندهای حزب الله رو اسرائیل منده کرد. یعنی انقدر حزب الله رو تضعیف کرد که الان وارد لبنان شد. این کار اسرائیل که برای اینکه کمترین تلفات رو بده، متاسفانه جنگ تلفات داره. دیشب شاهد 8 سرباز اسرائیلی بودیم که در جنوب لبنان جان باخته شدن و الان هدف اسرائیل اینه پاکسازی تمام کناره‌های مرز بین لبنان و اسرائیل. اونجا تونل‌های بسیار زیادی رو پیدا کردن، اصلا برنامه‌هایی رو از این تونل‌ها کشیدن بیرون که اون برنامه‌ای که ما 7 اکتبر دیدیم، این اصلا برنامه اصلی حزب الله بود که حماس اینو می‌دونست و اومد بدونه که به حزب الله و ایران بگه، خودش خواست مثلا این جنگ رو شروع کنه، خودش شروع کنه به این تفکر که بعد از اینکه این قتل‌عامی در جنوب اسرائیل انجام بده، حزب الله و ایران هم پشتیبانی میکنن و حزب الله همین کارو در شمال انجام میده. ولی حسن نصرالله شاید به خاطری که یا ناراحت شده بود که نمیدونست، یعنی که به خاطری که تو اون موقع هنوز تواناییشو نداشت که این عملیاتو انجام بده، این کارو نکرد. در این تونل‌ها مش الان تونل‌های زیادی رو سربازان اسرائیل همین امروز و دیروز پیدا کردن که این شواهد رو کشیدن بیرون که اونجا همه چی آماده بوده، که نزدیک 5000 سرباز نظامی حزب الله می‌خواستن از 20 تا 30 نقطه به مرز شمال اسرائیل حمله کنن و در شهرک‌های شمال اسرائیل همچون قتل‌عام 7 اکتبر رو انجام بدن. این همه آماده سازی شده بوده. الان اسرائیل باید اینا رو پاکسازی کنه. الان ما اینجوری که اینا میدونن شاید 8 9 تونل بشه، ولی خیلی تونل هست که هنوز کشف نکردن. و مخاطر همون کاری که در نوار غزه انجام دادن، اسرائیل کاملا وارد جنوب لبنان خواهد شد برای پاکسازی این تونل ها و اگر تروریست ها اونجا باشن مجبور باشون مقابله کنه و اونا رو یکی یکی به هلاکت برسونه. برای پاکسازی حداقل یک نوار مرزی بین 10 تا 20 کیلومتر، یعنی تا رودخانه لیتانی، کاملا اسرائیل رو به دست خواهد گرفت و اونجا رو پاکسازی کامل از موشک، از تونل ها، از همه چی خواهد انجام داد. بعدش هم امکان داره تا یه دمی تو این 10 کیلومتر یا این 20 کیلومتر بمونه، چون موشکای رو حزب الله داره به نام کورنت که این موشک‌ها بین 5 تا 10 کیلومتر برد دارن. این موشک‌ها فرقش موشک‌های دیگه اینه که شما می‌تونی قشنگ این رو، موشک‌های نقطه زنی هستن که می‌تونی قشنگ فلان مثلا از راه دور چیزی رو ببینی، نقطه‌شو بدی، این موشک می‌ذاره. بعد حداقل این ارتش اسرائیل یه منطقه رو دستش بشه که این موشک‌ها به ساکنان شمال اسرائیل برخورد نکنن، چون همونطور که بنیامین نتانیاهو چندین بار گفت، هدف برگرداندن ساکنان شمال اسرائیل، نوار مرزی اسرائیل به خانه‌هاشونه. یعنی این هدفیه که اسرائیل باید به دست بیاره. یعنی تا موقعی که این هدف رو به دست نیاره، این جنگ رو و هیچ آتش‌بسی نمی‌کنه و هیچ چیزی هم نگه نمی‌داره. به همون خاطر اسرائیل داره گاز میده که این کار هر چه زودتر انجام بده. همونطوری گفتیم تو این فرصتی که اسرائیل داره تا موقعی که انتخابات آمریکا انجام بشه و کس دیگه روی کار بیاد. همونطور گفتیم که اگه کاملا باشه یا اینا باشه، میتونن اینا مجبور کنن اسرائیل رو با ندادن سلاح‌ها و بمبایی که اسرائیل لازم داره، مجبور کنه اسرائیل که این جنگ رو نگه داره. به همون خاطر الان تنها فرصت اسرائیل که پیشروی کامل رو میکنه برای به دست آوردن این اهداف. من فکر کنم اسرائیل تا بیروت بره، چون اگه چون مثلا مثالی که من در خیلی موقع شنیدم اینه که میگن جنگ لبنان اول که در سال 1982 انجام شد، اول با یک عملیاتی به نام صلح گالیل، یعنی اول یه عملیات بود و شد یک جنگی که اسرائیل تا بیروت رسید، تا بیروت رو گرفت. ولی من فکر نکنم این دفعه اینطور باشه، ولی این که تا رودخانه لیتانی اسرائیل خواهد گرفت، این قطعیه. بسیار خوب آقای مهدوی بفهمید. قبضم اسرائیل داره میاد دنبال اون بمب الکترومغناطیسی میگرده. ما در برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردیم که حزب الله، جمهوری اسلامی به حزب الله بمب‌های الکترومغناطیسی داده که اینها بسیار خطرناک هستند و دنبال اونها هم هستن که اونها رو هم پیدا بکنن. بسیار هم عالی. به حال تسلیحات
هر نوعش مخربه و هر نوعش میتونه گوشه به مردم اسرائیل آسیب بزنه، هر کدوم پیدا کنن بسیار بسیار هم خوبه. آقای مهدوی، یکی از شاهراهای جمهوری اسلامی که گرون کردنش باعث انقلاب شد و نبودش میتونه باعث براندازی بشه قطعا بحث بنزینه، اونم در وضعیتی که جمهوری اسلامی الان دنبال گرون کردن بنزینه و بنزینش وارداتیه و کانالهای ورودش هم مشخصه. اون حجم از بنزین، بینندگان عزیز در جریان باشن، این حجم وارداتی که داره برای بنزین انجام میشه حجم کامیون و تانکر نیست که از جاده بخواد بیاد، اینا از مسیرهایی داره میاد که در اون مسیرها توسط نفتکش ها غیره داره میاد که مشخصا در جاهای مشخصی داره بارگیری انجام میشه. من سوالم از شما اینه آقای مهدوی، نبود بنزین، نبود امکانات فعلی که الان در کمترین حدم هست، چقدر میتونه تأثیر بذاره در اتفاق و چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره؟ فکر میکنید که ممکنه در بزنگاهی جام زهر سر بکشن و بیان سعی کنن یک روش دیگه ای رو در پیش بگیرن؟ سوال من دو بخشه، چقدر فکر میکنید میتونه تا چند وقت میتونه بدون اینا دووم بیاره و مردم رو کنترل کنه، و اینکه آیا ممکنه اگر برآورد کنن نمیتونن کنترل کنن، بیان سعی کنن صلحی بکنن، تغییر رویه‌ای بدن، به دست و پای بیفتن، گریه‌زاری بکنن تا بخوان همین وضعیت رو با تغییراتی حفظ کنن؟ جمهوری اسلامی ایران ممکنه مردم نبود سوخت رو تحمل بکنن به اشکال مختلف، اما اون برادران قاچاقچی که ما قبلا تو برنامه شما راجبش صحبت کردیم، اون حجم سوختی که اینا متعهد شدن به صورت قاچاق به از مرز خارج بکنن و به کشورهای مجاور برسن، اونا رو چیکار میخوان بکنن؟ جواب مردم اگه بدن، جواب برادرای قاچاقچی رو نمیتونن بدن. آقای مهدوی، جواب مردم دادن راحت نیست. شما یه عالم آدم رو در نظر بگیرید که اینا خونهشون در داخل تهران، محل کارشون ایران خودروه. یه عالم دانشجو رو در نظر بگیرید که بعد برن دانشگاه برگردن. من متوجه اون قضیه هستم، عرضه بنده چیز دیگری. من میگم مسائل مردم یک طرفه، این پیرو صحبت قبلی ماست، این منافع این باندای مافیایی و این برادران قاچاقچی که قطع میشه، اینا رو جواب نمیتونن بدن، یعنی اینا پوست اونا رو میکنن بیشتر از مردم. طبیعیه جمهوری اسلامی الان هم قادر به تامین الان مردم بدونن اگر دست روی دست بذارن زمستون گازی در لوله ها نخواهد بود، حتی اگر اسرائیل حمله نکنه، حتی اگر اسرائیل نزنه بنزینی نخواهد بود. بنزین خود برادران قاچاقچی مواد اولیه ای که مصرف میشه در واقع کارخونه های شیمیایی، کارخونه های غیر از پالایشگاه که بنزین تولید بکنن، برادران قاچاقچی اینا رو دارن صادر میکنن و به این کارخونه ها نمیدن برای تولید بنزین. این اتفاق میفته. خب اگر اسرائیل بزنه منابع رو و مراکز تامین سوخت رو، سرعت میبخشه به این نارضایتی، یعنی ممکنه مردم از دست اینکه کاری ندارن انجام بدن دارن انقلاب بکنن. بسیار رانی جان، این بحث حمله اسرائیل به ایران بحث بسیار بسیار جالبه. ما جزء معدود کشورهایی هستیم که با گل و شیرینی استقبال میکنیم، حداقل اینجوری فکر میکردیم که جزء تنها کشورهایی باشیم که از حمله خارجی با گل و شیرینی استقبال میکنیم، تا اینکه تصاویر مردم لبنان لب مرز اومد که اومده بودن داشتن با تانکای اسرائیلی داشتن عکس میگرفتن، بعد فهمیدیم آقا از ما زخم خورده ترم شاید یه جایی وجود داشته ما نمیدونستیم. این اتفاقی که در لبنان داره رقم میخوره بخش زیادش با همین پولاس، همونطور که خودت هم گفتی. من یکی از ساکنین لبنان که البته همسرش لبنانی بود، در یه روم کلاپاس قسم میخورد که هر لبنانی که روسری سرش بکنه اینو مای $200 بهش میدن، که این پولم داره از حلقوم بچهای مناطق محروم سیستان بلوچستان و کودکان کارو غیره دارن میکشن میدن. و این یه اتفاقی که خیلی خودت هم میدونی الان مردم هیجان زدن که حداقل میگن اگر اتفاقی هم داره میفته، حتی با اینکه به علمه که به هر حال هر اتفاقی ممکنه صدمات جانبی هم داشته باشه، ولی احساس میکنن که یکی داره انتقام خون بچهای اینا رو از جمهوری اسلامی میگیره و این خودش باعث شده که انرژی مضاعفی به رگهای مردم دمیده بشه. اینجوری که ما داریم صحبت میکنیم انتظار این اتفاق تا قبل از 5 نوامبر، یعنی خیلی کم
نزدیک یک ماه و تو این یک ماه قرار کار تموم بشه و این اتفاق بسیار بسیار مثبتیه. فقط میخوام بدونم آیا در دکترین حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی آیا مراکز سرکوب هم هست یا ممکنه اضافه بشه که مردم بخیال؟ من فکر میکنم اگه دوتا پادگان اگه دوتا از مراکز سرکوب بخوره سربازی اول از همه نمیره سرکوب، یعنی حداقلش اینه که پدر مادر رو در قفل میکنن به بچه‌شون که خدمت میره میگن آقا بذار اضافه بخوری بمون خونه. یکی اینو میخوام ازت بپرسم. یکی هم یه اتفاق دیگه هستش که به نظر من باید بهش خیلی اول اینو بگو بعد اونم ازت، فقط خیلی کوتاه بگو چون زمانم محدود، من زیاد صحبت کردم، اینو بگو بعد من سوال دومم ازت بپرسم. ببین من بازم ایشون هم الان دوستم بودم گفتن که ایران وضعیتش اقتصادش انقدر ناجوره در بنزین و گاز که اگه اسرائیل هم بزنه که دیگه اصلا مسلما میتونه باعث بشه که مردم به خیابانا بیان. ما یادمون نرفته که در نوامبر 2018 اگه اشتباه نکنم که مردم به خاطر بنزین ریختن در خیابانا و یک خیزشی شروع شد. یعنی میتونه واقعا همین بنزین و اقتصاد جمهوری اسلامی رو به پایانش برسونه. اینکه مراکز پادگان های سپاه رو بزنن من نشنیدم، فعلا نمیدونم تا چقدر دور کمک کنه، ولی من میتونم اینو پیشنهاد کنم که دولت ایرم دو تاشو برای نمونه، ببین دو تاشو برای نمونه بزنن همه اینا، یعنی یه سری مردم تلفن میزنم الان ببینیم نتانیاهو چی میگه. نه جدا تو این برنامه زیادی میری صحبت میکنی بحثشو مطرح کنی، یه لحظه شوخی میکنیم. من روز درست دقیقا هم روز پنجشنبه که امر ایران به اسرائیل شد، من در استودیوی تلویزیونی کانال 11 اسرائیل بودم که این تلویزیون یه جور رسمی اسرائیل، یکی از وزرای اسرائیل یوشف یری میشه گفت رئیس مجلس اسرائیل اومده بود برای مصاحبه. من از راه دور دید اومد به من دست داد گفت من همیشه از صحبتات تو رو گوش میکنم و حرفای درستی رو میزنی و پیشبینیات درسته. منظورم چیه؟ یعنی وقتی این دولت مردا طرف یه وزیریه که تو کابینه جنگی اسرائیل میشینه. منظورم چیه؟ یعنی وقتی من یه همچین مثلا پیشنهادی که شما میگید من تو تلویزیون اسرائیل تو چندین کانال صحبتشو بکنم به گوش کابینه جنگی اسرائیل میرسه. متوجه هستید؟ یعنی خیلی محدوده. یه خواهشی هم ازت دارم. ببین این سواله ولی این بود از پایگانای چیز چیه که من بگم آره اینو حتما برات میرسونم. آقای مهتوی هم میتونه کمک کنه. فقط اینم میخوام تو ذهنت داشته اگه جوابم داری ببین. در حمله به لبنان رادیو رو گرفتن اعلام کردن گفتن آقا اینجا رو خالی کنید قرار اسرائیل حمله کنه. این اتفاق در غزه هم افتاد. این امیدو داریم که اگر قراره به جای حمله بشه که دورش حالا محل مسکونی هست، امیدواریم که این اتفاق باشه که از یه طریق اعلام بشه که مردم عادی اونجا رو خالی کنن که آسیب نبینن. آقای مهتوی فرمایشتون رو میشنویم. خیلی کوتاه لطف کنید در حد یک دقیقه بی زحمت. خب اینو بعد از اون چیزی که ایشون سوال کردن ما بعد از مصاحبه راجبش صحبت میکنیم. بله. اما من میخوام عرض کنم در تایید فرمایش ایشون، ایران برنامه وسیع ریخته بود که 7 اکتبر رو از شمال اجرا بکنه. ما در همین برنامه شما بنده عرض کردم 50,000 نیروی پاکستانی و افغانی آوردن تو عراق، 50,000 نیرو گم شد تو عراق، بعد متوجه شدن که اینا رو بی سر و صدا منتقل کردن به سوریه برای اینکه ببرن تو اون مناطق. اینها خوابهای وسیع دیده بودن. در یک گزارشی دوشنبه 9 مهر بلومبرگ هم اتفاقا یک گزارشی تو همین زمینه مفصل داده که ایران هزاران نیرو منتقل کرده بود به سوریه برای انجام عملیات در مرزهای شمالی اسرائیل یعنی جنوب لبنان. برای اینکه ببینید آقای مهتوی، آقای بی بی رو 20شون 21 آورد دیگه، نسخهشون رو پیچید. آقای مهتوی اگه امکان داره کلام آخر شما رو بشنویم ممنون میشم. کنال من حرف آخرم اینه که نخست وزیر پیشین اسرائیل آقای نفتالی بنت یه حرفی رو زده، گفته که بزرگترین فرصت 50 سال اخیر برای تغییر چهره خاورمیانه به وجود آمده است. توسط کی به وجود آمده است؟ جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عواملش. و من مطمئنم اسرائیل نهایت بهره را از این خواهد برد. امیدوارم مردم ایران از این فرصت طلایی که این فرصت داره به نقطه طلاییش نزدیک میشه و ما وظیفه‌مون اینه به مردم بگیم به موقع از فرصت استفاده بکنن. ان شاء الله که همینطور. رانی جان کلام آخر در حد یک دقیقه ممنون میشم.
امیدواریم که همونطور گفتم مردم ایران میدونن که و اطمینان دارن که اسرائیل که ارتش انسانی داره و منم مطمئنم که اون پیامی که بنیامین نتانیاهو داد به ملت ایران به خاطر این بود که پیش بینی کرده بود که ایران و اسرائیل در یک جنگ رویارویی خواهند بود و اسرائیل ایران رو خواهد زد. این رو از قبل پیش بینی کرده بود بنیامین نتانیاهو، به همین دلیل این پیام رو به ملت ایران داد که اسرائیل ملت ایران رو دشمن خودش نمیبینه، دولت رو دشمن ایران، جمهوری اسلامی رو دشمن خودش میبینه، برای اینکه مردم ایران مطمئن شن که اسرائیل هر حمله‌ای که به ایران بکنه هرگز به ملت ایران و مردم غیر نظامی که ملت ایران که دوست خودش میمونه آسیب نخواهد رسوند. این اصل مطلب بود و من خاطر این پیامو داد و به خاطر مسلمان هم میکنه که در حتی در لبنان حتی در دشمنانش که در حماس هستن اینا رو به اینها هشدار میده و بعد حمله میکنه. مسلمان جاهایی رو خواهد زد که مردم ایران اونجا نباشن و اگر هم جایی باشه که مردم ایران اونجا مثلا امکان داره در خطر داشته باشن، مسلمان میتونه حتی تو تلفن‌های دستیشون براشون پیام بده. تا این حد تسلطی کارو تو لبنان کردن، تو رادیوهای تو ماشین اضافه اومدن توی صوت رادیو و اینها رو گفتن. حتماً. بسیار بسیار عالی، ممنونم از هر دو بزرگوار که به روایت نو اومدید. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. اما شما بینندگان عزیز روایت نو خیلی ممنونم که این برنامه رو با من همراه بودید. بوی آزادی یواش یواش داره به مشاممون میرسه و امیدواریم که این توبه میری دیگه از اون توبه میری های قبل نباشه و همزمان با ضربه های کاری که امیدواریم اسرائیل به پیکر جمهوری اسلامی وارد کنه، ضمن که آرزو میکنم حتی خون از دماغ یک هموطنمون نیاد، مردممون هم به پا خیزند و بتونیم کاری بکنیم کارستان، نه فقط کشور خودمون رو آزاد کنیم بلکه یک منطقه و یک جهان رو از این شر کثیف، از این آتش بی پایان خلاص کنیم. شب و روزگارتون خوش باشه. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.